سلام بر همگان من بن سبتی سخنگوی اداره دیپلماسی عمومی اسرائیل به فارسی اینجا هستم تا اخبار و گزارشات روزانه را به زبان فارسی در اختیار شما قرار دهم پرامیلا پاتن فرستاده ویژه سازمان ملل در امور خشونت جنسی در درگیری ها گزارشی منتشر کرد که در آن استفاده حماس از خشونت جنسی در هفت اکتبر تایید شد این گزارش 24 صفحه‌ای در جریان بازدید 17 روزه تیم سازمان ملل از اسرائیل در فوریه و ژانویه تهیه شده است پتن گفت که تیم او بیش از 5000 عکس و حدود 50 ساعت فیلم از این حملات را که تا حدی توسط آجانس های دولتی از طریق بررسی منابع مختلف ارائه شده بوده بررسی کردند. او تاکید کرد که منابع ارائه شده معتبر و بدون دستکاری است. مقداری از آن از دوربین ها و تلفن های همراه مجرمان جمع آوری شده اند. <applause> <سؤال> یافته ها وحشتناک هستند به قول خود پاتن ما همچنین دریافتیم که دلایل معقولی وجود دارد که باور کنیم خشونت جنسی مربوط به درگیری از جمله تجاوز جنسی و تجاوز گروهی در طول حملات 7 اکتبر در حداقل سه مکان رخ داده است در سایت جشنواره موسیقی نوا و اطراف آن جاده 232 و کیبوت رئیم اره در بیشتر این موارد قربانیان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و سپس کشته می شدند. در دو حادثه مربوط به اجساد زنان است. بر اساس این گزارش گروگان هایی که بیش از 150 روز در اسارت بودند نیز مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. ما شواهد واهز و قانع کننده پیدا کردیم که نشان می دهد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی، شکنجه، رفتارهای تحقیرآمیز غیر انسانی علیه اسیران انجام شده در چندین مکان ما شواهد مورد نیاز از قربانیان را پیدا کردیم که به طور کامل یا تا حدی به رهنه بسته و به آنها تیراندازی شده بود علا شدت این گزارش هماس با هیچ واکنشی از سوی جامعه بین المللی مواجه نمی شود در بیرکل سازمان ملل هنوز اقدامی برای اعلام هماس به عنوان سازمان تروریستی یا تحریمان حامیان آن نکرده است گیلا دردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل برای مشورت فراخوانده شده اسرائیل از اینکه سازمان ملل متحد جلسه امنیتی برای بحث در مورد یافته های گزارش خشونت جنسی تشکیل نمی دهد ابراز نامیدی می کند امروز درست قبل از روز جهانی زن شاهد شهادت از جنایت جنسی نسبت به زنان اسرائیلی هستید and... که به دلیل بی سازمان ملل متحمل شدهاند اما بخشی از سازمان ملل نه تنها چشم خود را بر این جنایت بسته بلکه برخی از کارگران خود آن خودشان در ارتکاب جرم شرکت کردند شب گذشته ارتش اسرائیل اطلاعاتی را فاش کرد که نشان میدهد بیش از 450 کارگر اون را متعلق به سازمانهای تروریستی در نوار غزه و عمدتا حماس هستند ارتش اسرائیل دو فایل ضبط شده را فاش کرد که در آن دو معلم اون را در کش... کشتار 7 اکتبر شرکت داشتند و مجرم شناخته شدند. اولین مربوط به یک تروریست است که به عنوان معلم عربی در مدرسه اون را در دیر بلح کار می کند و ورود خود به خاک اسرائیل را توصیف می کند و میگوید که گروگان های زن اسرائیلی را در اختیار گرفته <applause> دومی یک تروریست را نشان می دهد که همچنین معلم مدرسه ابتدایی در مدرسه اون را در خانیونس است و به خانواده خود می گوید که در داخل خاک اسرائیل است. چندین گزارش نشان می دهد که سازمان های تروریستی در نوار غزه به طور معمول از سازمان های کمک رسانی بین برای اهداف تروریستی خود بهره برداری می کنند. پس از اینکه کشورهایی مانند سوئیس، آلمان، رومانی، ایتالیا، آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و فنلاند کمکهای مالی خود را به اون را مسدود کردند، واضح است که این آژانس سازمان ملل کار زیادی برای به دست آوردن اعتبار خود دوباره در چشم جهانیان دارد. مانند همیشه ما در تمام ساعات شبانه روز با اطلاعات سماس روی صفحه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم. سپاسگزاریم.